روتیل جالوت که پاهایش به اندازه یک بشقاب بزرگ پهن است میتواند غول کشنده ای در دنیای بی‌مهره‌ها باشد، ولی جثه بزرگ تنها تکیه گاه او نیست. درست است که این حیوان کشنده 8 چشم دارد، ولی بیناییش ضعیف است. در عوض پاهای خیلی حساسی دارد. قسمت‌های پایین آنها پر از کرک‌های ریزی است که به آنها تریکوباتریا می‌گویند. این کرک‌ها که درون گودی‌های فنجان مانندی آزادانه حرکت می‌کنند، می‌توانند ضعیف‌ترین لرزش‌ها یا کمترین تغییر جریان هوا را تشخیص بدهند. آنها یکی از ابزار اصلی حیوان برای تعیین موقعیت شکارند. هر حرکتی باعث لرزش هوا می‌شود. این لرزش‌ها در فواصل مختلف به پاها می‌رسند و به عنکبوت اجازه می‌دهند محل دقیق شکارش را مشخص کنند. سپس روتیل به شکار نزدیک می شود تا وقتی که بتواند حمله برق‌آسای خودش را انجام بدهد و نیش‌های سمیش را به کار بگیرد. طول این نیش‌ها که مثل سوزن تیزند به 1 اینچ یعنی 2.5 سانتی‌متر می رسد. آنها تهی‌اند و برای تزریق سم استفاده می شوند. سمی که فوراً شکار را از حرکت می اندازد و شروع به تجزیه اندام داخلیش می کند. نیش‌های قدرتمند عنکبوت مثل کلنگ بالا و پایین می روند و بدن شکار را پاره و مثل موم نرم می کنند تا راحت هضم شود. روتیل‌ها معمولاً در حفره‌های جونده‌ها که بی استفاده مانده اند زندگی می کنند، چون آنجا می توانند در کمال امنیت و آرامش شکارشان را بخورند. روتیل ها هم مثل خیلی از عنکبوت ها ابریشم تولید می کنند، اما آنها تار نمی تنند که طعمه شکار کنند، بلکه آن را دور شکارشان می پیچند تا از تکه تکه شدن بدنش جلوگیری کنند. فردولانس هم مثل روتیل جالوت یک شکارچی زهردار است. فردولانس های بالغ اغلب به دنبال شکار می روند، اما کم سن و سال ها معمولا بی حرکت منتظر می مانند. رنگ دم آنها با دم بالغ ها فرق دارد. آنها آهسته تکانش می دهند و ادای کرم ها را در می آورند. قورباغه که دیگر نمی تواند صبر کند می پرد. فردولانس جوان فوراً عکس العمل نشان می دهد و سم کشنده ای به بدن قربانیش تزریق می کند. طول یک فردولانس بالغ می تواند به 7.5 فوت یعنی 2.40 متر برسد و کمتر حیوانی آنها را شکار می کند. این یکی به دنبال بو وارد حفره شده است. حال باید اطلاعات موجود را ارزیابی کند. اینجا رد جونده های زیادی هست، ولی هیچ کدامشان تازه نیستند. بنابراین حفره ممکن است خالی باشد. درون تونل شرایط به ضرر مار است، چون به اندازه کافی فضا برای حمله یا دور زدن وجود ندارد. مار نمیتواند حس کند آن پایین چه خبر است، اما روتیل میتواند حس کند که چیزی دارد میآید. روتیل های غول‌پیکر دم حفره ردی از ابریشم میگذارند که مثل تله عمل میکند. این تارها طوری تعبیه شده اند که هر حرکتی را به روتیل اعلام می کنند، درست مثل پرتوهای لیزری یک سیستم امنیتی. وقتی فردولانس به سمت فضای ناشناخته پیش می رود، نمی داند که به یکی از تارهای هشدار دهنده برخورد کرده است. تاری که روتیل را از حضور خودش باخبر می کند. اما فردولانس هم کاملا بی اطلاع نیست. چاله هایی که دو سمت صورتش قرار دارند حرارت یاب های حساسی هستند که هنگام شکار پستاندارهای خونگرم درون حفره های تاریک به او کمک بزرگی می کنند، اما کسی که درون حفره است پستاندار نیست. روتیل در حال حاضر به لطف کرک های حساس پاهایش اندازه، سرعت و موقعیت موجود مزاحم را می داند و خودش را برای حمله آماده می کند. روتیل با داشتن این اطلاعات و با استفاده از غافلگیری حمله می کند. قبل از این که مار بتواند واکنشی نشان دهد، عنکبوت مقداری سم کشنده به بدنش تزریق کرده است. مایع فلج کننده تأثیرش را نشان می دهد و اندامهای درونی مار را مختل می کند. دیگر برای انتقام دیر است و در عرض چند دقیقه همه چیز تمام می شود. روتیل از سر شروع به خوردن مار می کند و بدنش را که در حال تجزیه است بالا می مکد.
17 ساعت بعد فقط یک پوست خالی از فردولانس باقی می ماند. حالا روتیل فقط یک کار دیگر دارد، اینکه آشغال‌ها را بیرون ببرد.